سلام به روی ماهتون، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. تو این ویدیو قرار راجع به رشد سریع ابرو صحبت کنیم در کمتر از یک ماه و امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت ببرید و مثل همیشه اگر به موضوعات پوست، مو، زیبایی، سلامتی علاقمند هستین خوشحال میشم که چنل یوتیوبم رو سابسکرایب، ویدیو لایک، نظراتتون رو تو قسمت کامنت برای من بنویسید. بچه ها، اول از همه بیایم راجع به علت کمپشتی ابرو با هم صحبت کنیم. یکی از علت های کمپشتی ابرو به خاطر بیماری های مختلف از جمله استرس، کمبود آهن یا استفاده بیروی از موچین و لوازم آرایش نامرغوبه. برای حل این موضوع محرک ها و محصولات تقویتی مختلفی وجود داره که باعث رشد و تسویع ابرو میشه. اولیش استفاده از روغن زیتونه. استفاده از روغن زیتون از جمله روش های طبیعی هستش که این روغن سرشار از ویتامین ایه که میتونه رشد ابروی شما رو بیشتر کنه. روغن زیتون مواد مغذی لازم برای رشد موها و به پوست موهاتون میده. برای استفاده از اونم میتونید چند قطعه روغن زیتون رو به ابروهاتون بزنید و شروع به ماساژ دادن کنید و اون قسمتی که معمولا ریزش ابروی بیشتری دارین رو بیشتر بزنید. علاوه بر اون میتونید به روغن زیتونتون بچه چند قطعه عسل اضافه کنید و اجازه بدین چند دقیقه این ترکیب رو ابروتون بمونه و سپس با آب گرم بشوین. البته بچه ها من دومی رو زیاد پیشنهاد نمیدم، اولیه به نظرم بهتره. دومی روغن نارگیل. بچه ها، روغن نارگیل از جمله مواردیه که به تحریک و رشد تاهی ابروتون کمک میکنه. روغن نارگیل سرشار از ویتامین و مواد مغذیه و علاوه بر تغذیه پوستتون حالتی نرم و درخشان به ابروهاتون میده. روغن آووکادو که یکی دیگه از روغن‌های مغذی هستش، مخصوصا برای کسایی که پوست التهابی دارن و خشکی پوست شدیدی دارن، برای اینکه آبرسانی خیلی خوبی هم انجام میده پیشنهاد میکنم که از این روغن استفاده کنید. روغن بعدیمون روغن بادومه. خواص روغن بادوم سرشار از پروتئینه که به بازسازی در اصل ابروهاتون کمک میکنه. شما حتی بچه بعد از اینکه ابروهاتون رو برداشتید میتونید روغن بادام یا روغن زیتون بزنید، چرا که به رشد و تقویت و استحکام ابروهاتون خیلی کمک میکنه، مخصوصا اگر تارهای خیلی نازکی دارید. روغن بعدی روغن فندق هستش. روغن فندق هم بنظر روغن بادام خیلی طرفدار داره، ضخامت ابرو بیشتر میکنه و ریزش ابرو کم میکنه. روغن کرچک باعث تقویت و رشد ابرو میشه، دارای ویتامین، اسید چرب، آنتی اکسیدانه که هر شب برای استفاده یه مقدار از این روغن رو میتونید به ابروهاتون بزنید و نتیجه فوق العاده رو ببینید. روغن بعدی روغن رزماریه که البته رزماری بچه‌ها برای کسایی که مشکل تنفسی دارن من پیشنهاد نمیدم، چون بوی بسیار تندی داره و مخصوصا برای طول روز و اینا اصلا روغن خوبی نیست. زرده تخم مرغ هستش. زرده تخم مرغ بچه‌ها منبع زیادی پروتئین داخلشه که برای تقویت ابروهاتون فوق‌العاده است. گیاه بعدیمون آلوورا هستش. آلوورا به فولیکول موهاتون کمک میکنه، کاملا اون رو تقویت میکنه، ضخامت موتون رو بیشتر میکنه. لیموترش سرشار از ویتامین بی سی، اسید فولیکه، اما من لیموترش رو بچه‌ها زیاد پیشنهاد نمیدم. در حد اینکه ماهی یک بار بزنید اگر پوست چرب دارید میتونید، ولی بهتره که لیمو ترش استفاده نکنید چون حالت اسیدی بودنش ممکنه یه خود ریزش ابرو بیاره تو بلند مدت. رشد ابروی بعدیمون با وازلین هستش. بچه‌ها، وازلین خاصیت مرطوب کنندگی داره، ابروها رو زخیم میکنه و شما اگر که روغن کرچک و وازلین رو با هم استفاده کنید بعد از 4 تا 6 هفته میتونید نتیجه فوق‌العاده‌اش رو ابروتون ببینید. رشد ابرو با سیاه دانه است. بچه، سیاه دانه ویتامین ای داره، اسید آمینه داره، برای تقویت ابروتون فوق‌العاده هستش. فقط سیاه دانه رو بهتره که روغنش رو گیر بیارید و اصل بودنش رو مطمئن بشید. رشد ابرو با سیره. بچه، سیر به دلیل داشتن گوگرد، ویتامین سی، سلنیوم و مواد معدنی باعث رشد ابروهاتون میشه. برای کسایی که خب دسترسی زیادی به روغنایی که گفتم ندارن، به نظر من سیر میتونه نقطه عطفی باشه برای رشد ابروها و تاثیر فوق العاده ای هم میذاره.
ممنون از اینکه تن تن این ویدیو همراه من بودید. اگه از راهکاری که بهتون گفتم خوشتون اومد یا قبلا استفاده کردین، خوشحال میشم که تو قسمت کامنت برای بچه‌ها بنویسید. اگر محصولات خوبی رو میشناسید که باعث تقویت ابروهاتون میشه و نتیجه فوق‌العاده هم گرفتین، حتما برای من تو قسمت کامنت بنویسید. امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. بهترین ها براتون آرزو میکنم. موفق و پیروز و سربلند باشید. مرسی.